تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. آیه به آیه سر سفره قرآن با سخن خالق سفره وحی نشستیم. از اول قرآن هر آیه چند دقیقه روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میکنیم. به جزء ششم سوره مائده آیه 55 رسیدیم. بشنوید. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولی سرپرست شما فقط خدا و پیغمبرشه و کسیانی هستن که نماز رو برپا می‌دارن و در حال رکوع زکات میدن. ولی شما همونه، خدا ولی شماست. ایشون آیات قبل گفت یهود و ولی نگیرید، نصارا رو ولی نگیرید. اگر یهود و نصارا رو سرپرست بگیرید یهودی میشید، منش اونها و خلق و خو و آداب و رسوم اونها رو میگیرید، کم کم مرتد میشید. خب اون که گفت نکنید، حالا میگه چه بکنید؟ یه مربی وقتی میگه این غذا رو نخور، بعد میگه این غذا رو بخور، لا تاکلوا بعد میگه کلوا، میگه لا تقولوا بعد میگه قولوا. یعنی مربی نباید فقط اگه میگه این کارو نکن بعد میگه این کارو بکن. خب حالا اونها ولی نباشه، پس ولی ما کیه؟ انما، فقط ولی شما، انما ولیکم الله، فقط ولی شما خداست، رسول خداست، اونیست که نماز به پا میداره، دوتو نماز زکات میده. در شأن نزول شیعه و سنی نقل کردن که فقیری آمد در مسجد پیامبر، از مردم تقاضای کمک کرد، کسی گوش نداد، گله کرد، حضرت امیر در حال رکوع اشاره کرد، انگشته شد داد، که اون شعر معروف بود رو یدای مسکینم اشاره به اینه. این حدیث را 10 نفر از اصحاب پیغمبر نقل کردند: ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبدالله انصاری، ابوذر، انس، بلال، مالک، اینها نقل کردند و شیعه و سنی در این توافق دارند. خب حتی در کنز الامال جلد 6 داریم احقاق الحق و القدیر هم که نقل کرد. خب ابوذر که خود شاهد قصه بوده که تو مسجد، این قصه رو برای مردم نقل کرد تو مسجد حرام. یعنی ابوذر چون صحنه رو دیده تو مسجد حرام برای مردم نقل میکنه. خود پیغمبر در قدر خم یا انما ولیکم الله رو گفت، بعد فرمود من کنت مولا فعلیم مولا. خب امام باقر علیه السلام فرمود که خداوند پیغمبر شد دستور داد که ولایت علی رو مطرح کنه و این آیه نازل شد انما ولیکم الله. گاهی میپرسن چرا اسم حضرت علی تو قرآن نیست؟ جوابش اینه که اگر خدا صاف بگه علی ابن ابی طالب، این شیرین نیست. خوبه بگه مثل که مثلا بگیم آقا رئیس جمهور فلانی باشه، به فلانی رای بدید، میگه خیلی خوب سفارش شده. اما گفتم به کسی رای بدید که سابقه جبهش، سابقه علمیش، سابقه انقلابیش، سابقه سیاسیش، سابقه زندانیش، سابقه تبعیدش، خدماتش، قلمش، بیانش، زهدش، صفاش، یعنی یه کمالاتی بگم خود مردم برن ببینن رئیس جمهور کی باید بشه. این خیلی بهتره که بگم آقا رئیس جمهور فلانی. خب یه چیز تحمیلی میشه. رهبر ما کیه؟ برید ببینید کی در رکوع انگشت در داد، خودتون برید پیداش کنید. یعنی بهترین نوع تعریف و معرفی اینه که ما یه کمالاتی بگیم مردم خودشون برن پیدا کنن، اون قشنگ‌تره. ببینید اگر شما بگی که من تو بچه‌ام فلانی دوست دارم، خب باقی بچه‌ها کینه‌ای میشن، عقده میشن، حسود میشن. اما گفتی من اون کسی رو دوست دارم که نمرش اینه، نماز اول وقت خونه، نمرش خوبه، ادبش اینه، چنینه، چنانه، مسواک فراموش نمیکنه، نمیدونم خطش خوبه، اخلاقش خوبه، کارا خونه رو تقسیم کمک مادرش میکنه. یعنی یه کمالاتی بگی که خودشو بفهمن چرا اینو دوستش داری. بگن صاحب بگی حسن رو دوست دارم یا حسین، میگن خیلی خوب، حالا تحمیل میشه. یعنی مردم رو از طریق معرفی صفات هول بدین که برن سراغ رهبرشون. خب اسلام هم دین ولایت هم دین براءت. دین ولایت هم میگه ولی شما اینه، دین براءت هم میگه یهود و نصارا رو ولی نگیرید. آیات قبل براءت بود، این آیه ولایت. این یه مثلا نگفته اولیاءکم، گفته ولیکم.
ولی شما خدا و رسول اونیه که تو نماز انگشتر داد. باید بگه اولیاء شما اونه، اما میگه ولی پیداست روح ولایت یکیه، یعنی همون ولایتی که خدا داره پرتو از همون ولایت پیغمبر داره و پرتو از همون ولایت علی بن ابی طالب داره. وگرنه اگر اینها از هم جدا بود میگفت اولیاء شما اینا هستن، یک ولی مفرد اومده، این پیداست که اینها روح ولایت پیغمبر و علی اینا شعاع ولایت الهی هستن. خب معمولا در قرآن نماز و زکات در همه اومده، این قرآنه 27 آیه قرآن نماز و زکات با هم اومده. به تو کوثر دادیم فصل لربک وانحر، نماز شطور نه کن بده من فقرا، کمک به فقرا کنار نمازه، اینجا کنار هم نیست، اینا تو همه. یعنی حضرت امیر اشاره نکرد بشین نمازم تموشه بعد به انگشته رو ده، یعنی هر جا نماز و زکات کنار همه، اینجا نماز و زکات تو همه. از این معلوم میشه رسیدگی به فقرا به قدر مهمه که نماز هم نباید مانع بشه. گاهی سوال میکنن شما میگید حضرت علی سر نماز به قدر حواسش جمع بود که تیر و پاش میکشیدن متوجه نمیشد، چطور اینجا فهمید که این فقیره فقیره؟ چطور اینجا حضرت امیر حواسش پرت شد از نماز رفت سمت خدا؟ اینجا از خدا به خدا پرت شد، چون کمک به فقیرم راه خداست، کمک به خلق خدا راه الهی است. ولذا قرآن وقتی میخواد بگه قرض بدید میگه منزل الذی یقرض الله، ما به خدا که قرض نمیدیم، یقرض الناس، اما به جای که بگه منزل الذی یقرض الناس میگه منزل الذی یقرض الله، یعنی قرض به مردم قرض به خداست، کمک به خلق خدا در راه خدا قرار گرفتنه. یعنی نماز راه خداست، کمک به فقیرم راه خداست، از راه خدا به راه خدا. یعنی مثل استخری که همش آبه، از این استخر رفتیم اون ور استخر، همش آبه، از استخر نرفتیم تو خشکی، از خدا به خداست. این حواس ما که پرت میشه از خدا به غیر خداست، یعنی میگیم الله الصمد لم یلد ولم یولد، میریم تو فکر خونه ماشین تلفن فلان، یعنی از آخرت به دنیا، از معنویت به مادیات رجوع میکنیم، ولی اینجا از معنویت به معنویت، ولذا اشکال نداره. توجه به فقیر رضای خداست، کمان که خود نماز هم رضای خداست، از رضای خدا به رضای خداست. خب در فرهنگ قرآن به صدقه مستحبی هم زکات گفته میشه، چون انگشتر دادن یعطون از زکات، این انگشتر که زکات واجب مال گندم و جو و گوسفند و نمیدونم شطور و گاو و طلا و نقره و کشمش و خرما ایناست، یه انگشتر جزو کشمش و خرما که نبود، زکات مستحبیه، اما به زکات مستحبی هم خداوند زکات گفته. این انما ولیکم که میگه حضرت امیر زمان پیغمبرم ولایت داشت، چون ولیکم الله این بالفعله، یعنی همین الان ولایت داره، و رسوله الان علی بن ابی طالب الان ولیه، نه این بعد از فوت پیغمبر ولی میشه، چون نمیشه بگیم که انما ولیکم نسبت به خدا و پیغمبر الانه ولی حضرت علی بعدنه، یا همه الانه یا همه بعدنه، چون خدا و رسول الانه پس ولایت علی بن ابی طالب حتی زمان پیغمبرم علی بن ابی طالب این ولایتو داشت. ولایت ها در طول یکدیگرن، در برابر هم دیگه نیستن، بله، یعنی ولایت بر خدا، ولایت بر مسلمان اول مال خداست، بعد مال رسول، بعد مال علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب در برابر خدا نیست که بگیم ولی من یکی خداست یکی علی یکی پیغمبر، نه، اصل ولایت مال خداست، منتها خداوند این ولایت رو شعاعش رو به پیغمبر داده، به علی بن ابی طالب هم داده، اینه در طول همان. مثل که مثلا شما کلید دره که باز میکنی، این کلید ضد دست شما نیست، این کلید تو دست شماست، دست شما تو بدن شماست، ولی ازم میتونی بگی چی داره باز کرد؟ میتونی بگی من، چی داره باز کرد؟ دستم، چی داره باز کرد؟ کلید. نباید بگی من و دست و کلید ستاست، نه، کلید تو دست، دست در اختیار منه، اینا همه تو طولیه. ولایت علی شعاعی از ولایت رسول است، ولایت رسول شعاعی از ولایت خداست، یعنی تو نیست که بگیم خدا یکی، پیغمبر هم یکی، علی هم یکی، یکی شرکه. این ولایت در عرض هم نیست که شرک بشه، ولایت در طول همه، مثل که از دیدم کلید در دست، دست در اختیار منه. خدایا به ما توفیق بده راه تو، اولیاء تو رو، کلام تو رو بخونیم، بفهمیم، بهشون عشق ببردیم، عمل کنیم، دیگران را به این راه دعوت کنیم. این آیه 55 از سوره مائده هم تا اینجا تمامش میکنیم. فقط یه چیزی بود که الذین آمنو جمعه و
بعد تمهید یه نفر بود رکوع داد، چرا به یه نفر الذی نگفته؟ بود بگه الذی. اینم جوابش اینه که در قرآن بسیاری از موارد یکی بوده الذی نگفته، موارد زیاد داریم که شأن نزولش یه نفر بوده ولی خدا وقتی میخواد بگه الذی نمیگه. این موارد مال این آیه نیست. بارها در قرآن که شیعه نقل کردن سنی هم نقل کردن که شأن نزول مربوط به یه نفر بوده، اما خدا وقتی خواست صحبت کنه جمع صحبت کرده. اینم در پایان بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.